سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدین به قسمت دوازدهم از مجموعه بررسی ها علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه یه خبر و این نکته مهم خبر این که اول تیر جشنواره تخفیف داریم و شما میتونین دوره ایلاستریتور رو با تخفیف تهیه کنید تخفیفی که تو این جشنواره گذاشتیم هیچ وقت تکرار نمیشه دفعه اول دفعه آخره قیمتش رو انقدر یا وردیم پایین که از سه چهار تا جشنواره قبلی اون تر در میاد چرا چون قراره که آپدیت های بمبی داشته باشه و بعد از این آپدیت ها قیمت دوره سه ماه بعد تو جشنواره بعدی دو برابر میشه اگر داری با فتوشاپ طراحی میکنی و ایلاستریتور بلد نیستی یا دست و پا شکسته بلدی پیشنهاد میکنم حتما 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 تو این دوره شرکت کنی و اما نکته مهم رفقا همه ما برای ادامه دادن نیاز به انگیزه داریم برای اینکه بتونیم محتواهای یوتیوبمون رو ادامه بدیم قویتر خفنتر نیاز به حمایت شما داریم حمایت شما چجوری میتونه باشه یک ویدیو رو لایک کنی نظرت رو کامنت کنی اگه از بررسیها چیزی یاد میگیری و پیج اینستاگرامی داری که میدونی کلی تراح دارن شما رو دنبال میکنن یه ویدیو بگیر استوری بگیر معرفی کن بقیه هم بیان استفاده کنن فکر کن ما ویدیو گذاشتیم می‌بینیم تو اون هفته اول هزار تا ویو خورده هزار نفر دارن ما رو دنبال میکنن پیگیری ویدیوهای بررسی هستن این خیلی خیلی بر ما انگیز است که ویدیوهایی خفن تایی داشته باشیم و موضوعات دیگه رو هم اینجا بهتون آموزش بدیم و خواهش میکنم که یک بار ویدیو رو در همین یوتیوب تا انتها نگاه کنیم بذاریم واچ تایم رد بشه بعدش اگه دوست داشتین دانلود کنید نوش جونتون یه بار اینجا نگاه کنید برای حمایت از ما نه فقط اینجا اگر تو یوتیوب تو هر چنلی داری ویدیو نگاه میکنی و چی زیاد میگیری برای تشکر از زحمات اون بنده خدایی که داره برای شما توییت کنه میکنه و خیلی کار سختیه یه بار ویدیوشو تا آخر نگاه کن همینجا آنلاین دم شما گرم پر حرفی نمی‌کنیم، بریم سراغ این قسمت از بررسیم یه بروشور دولت داریم که من قسمت کاورش آوردم قسمت داخلش کاری نداریم کاری نداریم و این فضا یه وقت یه دفعه نکنن که کل این فضاست، نه این بروش چند تا ایراد اساسی داره نکته اول ممکنه خیلی ها اولین چیزی که به ذهنشون میاد این باشه که میتونه سکس کاور خفن داشته باشه درست میگین تصویر همونجوری که میدونین خیلی روی دیزاین تاثیر میذاره همونجوری که فونت خوب روی دیزاین تاثیر میذاره تصویر هم یکی از اون مواردیه که دیزاین شما رو زیر و رو میکنه و همیشه میگم شما میتونی تصویر بهتری انتخاب کنی تو هر شرایطی هر تصویری کار کنی همیشه بهترش هست قرار نیست کمال گرایی کنیم ولی تلاشمون رو میکنیم که تصویر خیلی خوبی داشته باشیم نکته مهم خیلی جاها دیگه دست شما نیست شما داری کار میکنی یه محصولی رو میخوای معرفی کنی همون عکس رو باید استفاده کنی یا نه یه سری جا مثل رستورانا وقتی داری برای منو تصویر انتخاب میکنی قرار نیست بری یه اکسی انتخاب کنی عالی اصلا هیچ ربطی هم به قضیه اون شخص نداشته باشه و اون کارفرما تاکید داره روی این موضوع که عکسی رو بذار که خودمون گرفتیم ما داریم اینجا فلانسینی مخصوص رو ارائه میدیم درسته عکسش باید تو منو باشه شما هم به عنوان کسی که رفتی رستورانی دوست داری که این اتفاق بیفته برات فکر شما میری یه چیز سفارش میدی بعد غذا رو میارم میگی پس سیب زمینی کو. تو عکسی که زده بودین توی این منو سیب زمینی داشت قارچ داشت. این یه همچین جاهایی شما مجبوری همون عکس رو استفاده کنی و یه سری جاها هم کارفرما خودش عکس گرفته مثلا از این عکس گرفته گفته من همینو میخوام استفاده کنم رو کاور دارم اینو اینجا دیگه دست و شما بسته است و اگر هم یه زمان یه جای یه طرحی دیدی که پیش خود گفتی میتونست عکس بهتری استفاده کنم به این فکر کن که یه درس شاید این شرایط بوده اینجوری بوده ولی در کل همیشه میتونی تصویر بهتری استفاده کنی حالا از این عکس که بگذاریم بیایم اینجا قسمت لطه ارتباطات اولین چیزی که همتون می‌بینین اینه اضافه کاری بعد این حالت ها چیه ببینید اینجا ما گل داریم قطعا اون هم داخل این یه سری گلا و دست هست که معرفی شده و قیمت اینا اومده دیگه خب این دیگه اینجا واقعا اضافیه این حذف میشه موضوع بعدی ببینید چه اطلاعاتی ما اینجا داریم اینا شبکه های مجازی تلفن و لوکیشن این دوتا از جنس اینا نیست شما میدونی ما توی طراحی اون چیزایی که به هم ربط دارن و نزدیک هم کار میکنیم و این مجاورتی ایجاد میشه که بهتر دیده بشه کنار هم دیده بشه مثلا شما نمیای تلفن رو بذاری اینجا آیدی رو بذاری اونجا اینو بذاری اینور اونو بذاری اونایی که به هم ربط دارن یه جا مجاورت دارن و شخص خیلی سریع پیدا میکنه و دیزاین اصولی یعنی همی. و توی این اطلاعاتی که اینجاست این دوتا خیلی مهمه ربطی به اونا نداره زیاد ولی مهمه اینکه حضور فقط با هماهنگی قبلی خب مهمه و ساعت ارسال سفارش هم, همینطور اینطور میتونیم اینا رو از اینجا برداریم و بیایم روی کاور کار کنیم چون کاور اطلاعات زیادی روش نیست وقتی اینا اومد اونجا دیگه نیازیس انقدر بزرگ باشه کوچیکتر کار میکنی و اینجا اطلاعات که کمتر شد یه مجاورتی به اینا میدی دیگه نیاز نیست اینجوری برای هر کدوم یه باکسی بذاری شلوغش کنی بریم ببینیم چه اتفاقی واسش افتاده یه بار دیگه ببینین این بوده رسیدیم به این این حذف شد یه باکس کلی اومد اینجا اون دو تا اطلاعاتی گفتم اونجا جاش اومد اینجا خیلی عالی خیلی سریع هم خونده میشه رو چون مهمه رو را آوردیم این ور شد خیلی مرتب شد اطلاعات ارتباط با ما کوچیک‌تر شدم همه چی دیگه ده تا باکس نداری حالا اینجا حواسش نبوده اینجا مثلا تهران ویرگول فاصله میرداماد ویرگول فاصله خیابان زرنگار استفاده از علائم نگارشی اصولی داره دیگه عشقی که نیست از ویرگول اینجوری استفاده میکنی اینو خیلی جاها دیدم درستش اینه دوست من کلمه ویرگول فاصله کلمه بعدی این ور ویرگول فاصله نمیزنن سمت چپش فقط فاصله میخوره. حالا یه دمیان میان گیر میدن به این باکس اینجاش ایراده نباید اینجوری میکرد بهتر بود که اینجوری زاویه دار باشه یا نه چنفرش میکرد یا نه به سمت داخل زاویه دارش میکرد ببین دیگه اینا گیرای بنی اسرائیلیه گیر علکیه دوست داشتین اینجوری کار کنه میتونست یه طرف تیز کنه سه طرف رو گرد کنه به سمت بیرون دیگه به همچین چیزی ما گیر نمیدیم ولی من باشم چون این ور این کنجای 90 درجه دارم اینجا هم کنجای 90 درجه کار میکنم ولی خب هیچ وقت من همچین چیزی من گیر نمیدم حتی اگه اون ما باشه یه کوچولو هم میتونه سیم باکس پایین تر باشه ولی برای اینکه با این ور هم باند بشه این کارو نکرده به اینم گیر نمیدیم حالی ایده میگن اینو میتونست بیاره این ورتر دقیقا زیر این گل باشه ببین ول کن اینو این خودش یه فضایی داره تو اون فضا وسطه اینجا یه چیز جداییه سمت راست کار کرد گیرای علکی ندیم امیدوارم که تو این ویدیوی بررسی نکات مفید یاد گرفته باشی خوشحال میشم که برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنی نظرتو تو کامنت کنی و پیج و چنل ما رو به رفقاتون معرفی کنی خیلی مخلصیم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار